درود به یکایک که شما دوستان خوب و گل و عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین. مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، رفقای قدیمی، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی در خدمتتون هستم. میدونم آماده اید، اما مطابق همیشه اگه آماده اید با هم دیگه به اتفاق بپردازیم به موضوع بسیار زیبا و حتما جنجال برانگیز امروز. دوستان، موردی که امروز درباره اون میخوام با شما صحبت کنم، شاید واقعا تمام یوفولوژیست ها و تمام مردم کره زمین باید یک صدا در رابطه با این موضوع مهم، همگی هر کس به سهم خودش به نوبه خودش صحبت کنه، چرا که در این موضوع پای جون اشخاص وسطه. میدونید درباره چه موضوع مهمی همگی ما به سهم خودمون باید صحبت کنیم تا بلکه مسئولین و کسایی که دستن در کار سیاست گذاری در این زمینه هستن بلکه به خودشون بیان و تصمیمی جدی اتخاذ کنن. این موضوع مهم چیزی نیست بجز امنیت در پروازها. فرق نداره پرواز تجاری باشه یا پرواز جنگنده. چرا حالا امنیت پرواز انقدر باید مهم باشه؟ مگه شرکت ها و سازمان ها و نهاد ها و ارگان هایی نیستن که امنیت پرواز ها رو تأمین میکنن؟ من یه وجب بچه چه کار مهمی میتونم انجام بدم که دارم ادعا میکنم همگی ما باید در این زمینه صحبت کنیم؟ بله، شرکت ها، دولت ها، نهاد ها، ارگان ها، کسایی که دستن در کار صنعت پرواز هستند، همگی اونها به نوبه خودشون در جهت امنیت پرواز ها تلاش و کوشش بسیار زیاد و فراوانی کردند و می کنند. ولی متاسفانه این امنیتی که اونا برای ما تأمین کردن اینجور که بوش میاد یک امنیت پوچ و توخالیه، چرا که به مهمترین مسئله در پرواز به هیچ وجه فکری نکردن و این قضیه رو فی امان الله گذاشتن. متوجه شدید که در رابطه با چه چیزی میخوام صحبت کنم؟ حضور گاه و بیگاه موجودات فرازمینی و سفاین پرنده اونها در کنار پروازها. شاید بارها و همین شبکه خود من مواردی رو دیدید که من از حضور گاه و بیگاه بشقاب‌های پرنده در نزدیک هواپیماها با شما صحبت کردم و تصاویری رو نشونتون دادم. اما این قضیه کم کم داره حالت جدی و خطرناکی به خودش میگیره و اگر ما، من، تو، همسایتون، شمای بیننده در رابطه با این مسئله مهم صحبت نکنیم، قاعدتا کسانی که دستن در کار و مسئولین این امر هستند هم این قضیه رو مانند سابق لاپوشونی میکنن و یک جورایی ازش رد میشن و هر از چنگاهی که یک حادثه تلخی در این زمینه هم پیش میاد اون رو میذارن گردن خلبان نگونبخت در گذشته و یا یک نقص فنی در پرواز، در حالی که حقیقت چیز دیگه است. میدونید چه چیزیه؟ نگاه کنید. دوستان، مجله معتبر فوربس در نسخه آمریکای شمالی خودش در ماه سپتامبر سال 2020 مقاله ی نوشت که در اون مجموعه ای از مشاهدات خلبانها و پرسنل پرواز از حضور بیگانگان رو توصیف کرد. در این مقاله ما میخونیم که در بین سالهای 2015 تا 2019 موارد بیشماری از رویت بیگانه ها در فرودگاه ها و در کنار هواپیماها از جانب پرسنل فرودگاه و همچنین خلبانان، مهمانداران و مسافران پرواز گزارش شده. در این مقاله همچنین نوشته شده که
بیگانه ها هنگامی که به هواپیماها نزدیک میشن به طور بیش از حد خطرناک و چالش برانگیز سعی دارن در کنار پروازها مانور بدن. ایمیل های اداره هواپیمایی فدرال آمریکا نشون میده که در ماه سپتامبر سال 2019 موارد بیشماری از رویت بیگانه ها در کنار هواپیماها توسط خلبان ها و همچنین خدمه پرواز گزارش شده. به قدری موارد رویت بیگانه ها در کنار پروازها زیاد و بیشماره که این احتمال رو میدن هر خلبانی که در حدود 10,000 ساعت پرواز داشته باشه حداقل 2 بار بیگانه ها رو در کنار پرواز و هواپیمای خودش احساس کرده و اونها رو از نزدیک دیده. علاقه اونها به صنعت پرواز کم کم داره نگران کننده میشه، چون بیگانه ها در هنگام پرواز به قدری به پروازها نزدیک میشن که در هر لحظه احتمال یک تصادف هوایی میره، تصادفی که میتونه عاقبت تلخی و رقم بزنه. در روزهای اخیر از طریق رسانه های مختلف کشور انگلستان یک حادثه قابل توجه دیگری گزارش شده که ممکنه این حادثه به فاجعه‌ای بزرگتر منجر بشه. این واقعه در روز اول نوامبر سال 2020 اتفاق افتاده که یک هواپیمای ایرباس از نوع A320 در حالی که قصد نزدیک شدن به فرودگاه برای فرود رو داشته ناگهان خلبان با یک شیء ناشناخته برخورد میکنه. خلبان این پرواز گزارش میده که شیء گوی مانند براقی هنگامی که من قصد فرود در فرودگاه لیدز برادفورد در کشور انگلستان رو داشتم به هواپیمای من نزدیک شد. مانورهای بسیار خطرناکی رو در نزدیک هواپیما میداد. من به عنوان خلبان هر لحظه احتمال تصادف رو میدادم. بعد از این گزارش نیروی هوایی انگلستان این مورد رو در کاتگوری آ یعنی در اتفاقات بسیار پرخطر طبقه بندی میکنه، اتفاقاتی که شاید منجر به کشتن هزاران انسان بشه. روز بعد در دوم نوامبر 2020 هواپیمای تجاری دیگه‌ای اون هم از نوع 320 هنگامی که قصد نزدیک شدن به فرودگاه مکزیکو سیتی رو داشت تصویر عجیبی به وسیله دوربین یکی از مسافران ثبت و ضبط میشه. در این تصویر یک شیء کروی درخشان رو میبینیم که به فاصله چند سانتی متر از زیر بال هواپیما با سرعت سرسام‌آوری رد میشه. سرعت این شیء به قدری زیاده که شاید بدون کم کردن سرعت ویدیو نشه تشخیصش داد. فاصله این گوی نورانی با بال هواپیما به قدری کمه تنها کافی بود که خلبان مقداری به راست یا به چپ منحرف می شد. اون وقت تصادف این گوی با بال هواپیما حتمی بود. اما اینها تنها مواردی نبود که من امروز براتون گزارش دادم. شاید یکی از جدیترین و مهمترین این گونه مواجه ها با فرازمینی ها در فرودگاه ها مربوط میشه به واقعی مهمی که در 31 اکتبر سال 2000 رخ داد. هواپیمایی که از سنگاپور به مقصد شهر فرشتگان یعنی لس آنجلس قصد پرواز داشت. در شب 31 اکتبر سال 2000 دقایقی مونده به ساعت 11 شب هواپیمای سنگاپوری با شماره پرواز 206 که یک بوینگ 747 از نوع 400 بود قصد سفر و پرواز به شهر لس آنجلس رو داشت. در اون شب هوا کاملا بارونی و ابری بود. مسئولین فرودگاه در ابتدا قصد داشتن به دلیل شدت بارش شدید باران این پرواز رو معلق کنن، اما به دلایلی این پرواز به تعویق نیفتاد و هواپیما با اندکی تأخیر
به سمت باند پرواز برای تیک‌آف حرکت کرد. در این پرواز 179 مسافر که اغلب اونها شهروندان سه کشور امریکا، سنگاپور و تایوان بودند، حضور داشتند. دقایقی از اجازه پرواز نگذشته بود که به ناگهان باند فرودگاه تبدیل به یک جهنم مهیبی از آتش شدت انفجار به حدی بود که غیر قابل توصیف بود. در اون دقایق کسی به درستی نمیدونست که چه حادثه‌ای باعث این انفجار شده. تصاویری رو که دارید مشاهده میکنید شدت این انفجار و این آتش‌سوزی رو شاید به خوبی داره نشون میده. این تصاویر توسط مسافرین یک پرواز دیگه که به فرودگاه وارد شدند گرفته شده. هواپیما به سه تکه تقسیم شد. شدت آتش سوزی به قدری زیاد بود که از چندین ایستگاه آتش نشانی تقاضای کمک و امداد شد. امداد رسانی به این هواپیما بسیار دشوار بود چون در همون لحظه هوا کاملا بارونی بود، اما این بارون نه تنها به خاموش شدن این آتش ها کمک نمی کرد، بلکه طوفان هایی که می وزید باعث می شد هر لحظه این آتش سوزی گسترده تر و مهیب تر بشه. چند آتش نشان قهرمانانه خودشون رو به وسط آتش انداختند و تونستند برخی از مسافران رو نجات بدن. خاموش کردن این آتش مهیب تا ساعت 6 صبح به درازا کشید. این حادثه هولناک منجر به کشته شدن 81 تن انسان شد. 98 تن از مسافران سوخته، دست و پا شکسته از این حادثه جون سالم به در بردند. شرکت هواپیمایی بوئینگ یک تیم از کارشناسای خودشو برای پی بردن به علت این انفجار عازم کشور تایوان کرد. نحوه قرارگیری هواپیما و نوع تکه تکه شدن این هواپیما ماجرا رو کاملا عجیب تر می کرد. بازخوانی جعبه سیاه پرواز هم چیزی رو مشخص نکرد. خلبان این پرواز بیش از 11235 ساعت پرواز داشت. گزارش پایانی شرکت هواپیمایی تایوان دلیل رو برخورد هواپیما با یک دستگاه جرثقیل گزارش کرد، اما این گزارش بلافاصله مورد تمسخر همگان قرار گرفت، چرا که از عکسایی که از اون جرثقیل به دست اومده کاملا مشخصه که جرثقیل سالم بر سر جای خودش ایستاده. حال اینکه اگر این جرثقیل علت تکه تکه شدن این هواپیما بود، خود جرثقیل هم باید کاملا یا ذوب میشد یا تکه تکه میشد، در حالی که جرثقیل به هیچ وجه آسیب ندیده و در سر جای خودش بود. اما حقیقت ماجرا چه چیزی بود؟ حقیقت ماجرا این بود که هنگامی که تیم آتش نشانی برای نجات مسافرین وارد باند فرودگاه شدند، برای دقایقی تونستند با خلبان پیش از مرگش سخن بگن. در اون دقایق خلبان چیزی رو گفت که تا به امروز هنوز کسی جرأت بازگو کردن دوباره اونم نداره. خلبان می گفت که همه چیز مرتب بود. هنگامی که ما برای تیک آف داشتیم حرکت می کردیم، به ناگهان یک توپ فلزی نقره‌ای در ارتفاع 5-6 متری از سطح زمین کاملا ثابت و ساکن به جای خودش ایستاده بود. ما از روی زمین بلند شده بودیم و نمی تونستیم کاری کنیم. تنها امید ما این بود که این توپ مسیر خودش رو تغییر بده، اما این جسم کروی ناشناخته ساکن و ثابت به جای خودش باقی موند و ما با اون برخورد کردیم. این توپ فلزی شفاف نقره‌ای به بال سمت چپ ما برخورد کرد. بله، علت این حادثه تنها و تنها برخورد این جسم کروی فلزی رنگ با هواپیما بود.
just
دیدید؟ نظر شما در رابطه با این اجسام ناشناس پرنده چه چیزیه؟ آیا این اجسام ناشناس پرنده به عمد با هواپیماها چنین کارهایی میکنن؟ یا کنجکاوی و فضولی بیش از حد اونهاست که هر از چنگاهی باعث وقوع همچین ماجراهایی میشه؟ چرا اونها این همه به پروازهای ما حساس هستند؟ چرا انقدر با هواپیماها قایم موشک بازی میکنن؟ دنبال چه چیزی در این پروازها هستند؟ از اینکه منو تا پایان و انتهای این کار مانند همیشه همراهی کردید از شما بی نهایت تشکر، سپاس و قدردانی میکنم. امیدوارم توفیق دیدار شما عزیزانم رو از نزدیک روزی داشته باشم. دوستدار یکایک که شما، خدمتگزار همیشگی شما، مهرزاد.